ساختن این کشور در معنی هم. اینجا عبدالله عبدالله با گروه از شهروندان افغانستان مقیم تاجیکستان دیدار کرد. او با تأخیر به این ملاقات حاضر شد و اساساً درباره گفتگوهای صلح با طالبان حرف زد. نکته مهمی برآمد عبدالله عبدالله این بود که کشورش در گفتگو با طالبان برای حفظ دستاوردهای 19 سال اخیر استادگی خواهد کرد. هیئت مذاکره از نمایندگی جمهوری اسلامی افغانستان و هیئت طرف مقابل هر دو طرف دستاورد داشتند. قدم برداشته شد. قدمای بعدی هم انشاءالله که به یاری خداوند بزرگ و به حمایت مردم افغانستان از این پروسه قدمهای متین و استوار در رسیدن به اونمو صلح پایدار و صلح با عزت که مالکش مردم افغانستان باشه و پایان نقطه پایان برای رنج و مصیبت مردم افغانستان ناشی از جنگ برای شاهد باشه انشاءالله مردم افغانستان شاهد باشن که آرزوی همه مردم افغانستان. در پی آغاز گفتگوهای صلح با طالبان، بسیاری از دایره ها از هیئت افغانستان طلب کردند که در مسئله زنان و حق آنها به تحصیل نباید گذشت کنند. عبدالله عبدالله گفت راه رسیدن به صلح در افغانستان آسان نیست و باید شیب و فرازی های زیاده را پسی سر کند. یک مسئله پیچیده است و وقتی که سالها جنگ نزدیک 3 دهه جنگ ادامه داشته، مذاکره هم وقت گیر می باشه و ما خواستار ضایع کردن وقت در مذاکره نیستیم، اما انشالله که زودتر برسیم به اون چیزی که خواستیم. عبدالله عبدالله روز 21 دکبر در رأس یک هیئت بلندپایه به دوشنبه پایتخت تاجیکستان وارد شد. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان در 2 روز با رئیس مجلس نمایندگان، وزیر کارهای خارجه، سروزیر و رئیس جمهوری تاجیکستان دیدار داشت. سفر عبدالله عبدالله به تاجیکستان در حال صورت می‌گیرد که تلاش‌ها برای دست یافتن به سازش صلح و پایان جنگ در افغانستان در این اواخر افزایش یافته است. دوشنبه رسمی همواره گفته است از روند مذاکرات صلح بین افغانی استقبال می‌نماید.